یواش تو رو خدا. چه خبره؟ امین خاطر اینجوری رانندگی میکنی؟ واسه اینکه یک گله حیوان دنبنه بودن واقعا؟ بابا من نمیفهمم اینا چجوری ما رو پیدا میکنن. نکنه تو این گروه یه رادیو به چیزی گذاشته. بابا سود شد تای در ره مونده سه چهار تا ماشین و یه موتور دیگه. خدار شد بس خطر کم شد. چی خطر کم شد؟ حالا به انتقام و موتوره میان سراغ خودمون ترتیبمون. بابا چقدر ویراست میدی؟ من تو گلوله هم کی پاسه داره؟ چیه؟ اسمای داره منه؟ کجا اومد؟ برو گم شو. این چیه داره میاد؟ تانکه یا زره موشه؟ من میخواد کمک. این لعنت بر اون ذاته. علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که امیر خان و دوتا رفیقش 30 سال پیش تصمیم گرفتن بانک بزنن و بارشون رو شبه ببندن، اما از یه جایی بلایی سرشون نازل شد که حتی فکرش هم نمی‌کرد. الهام این درس مرسای وکالت تو خوب خوندی؟ آره بابا این نمرهات نباشه. مگه به نمره‌ست داداش؟ گند نزنی. وا داداش تو تا حالا دیدی من تو پرونده‌ای ببازم؟ نه ندیدم، چون این اولین پرونده‌ت. من بدبخت شدم. این اصلا نگران نباش، دارم یه دفاعی تنظیم میکنم، قطعا حبست از 10 سال میرسونم زیر 5 سال. ممنونم. با توجه به دفاعیات جدید مندرج در پرونده، مدت زندان آقای امیر مسیبی فرزند کریم از 10 سال به 15 سال افزایش می‌یابد. خواهرم عزیزم پاره تنم نفهم بیخیال شدی که خودم 5 سال دیگه میام بیرون. دادش من 10 سال روی پرونده تو زحمت کشیدم، اینه جواب. آخه این چه کلیدیه که تو به پرونده من بدبخت کردی؟ چی میخوای از جون من؟ میخوام واخواهی کنم، حبس تو بشکنم. تو فقط اعتماد کن دادش، فقط اعتماد کن. ممنونم. بر اساس واخواهی مجرم و قرائن و امارات جدید، مدت زندان آقای امیر مسیبی از 15 سال به 32 سال افزایش می‌یابد.
داداش سهم الارث تو ریختم اینجا. سال دیگه که از زندان اومدی بیرون بزن به زخم زندگیت. منم فردا برمیگردم سوئد. میگم داداش میذاشتی پرونده تو یه پیگیری دیگه میکردم. نه. خواهش میکنم این پرونده رو از اینی که هست سنگین ترش نکن. حرف میدارم یه بار دیگه بخوای از من دفاع کنی همینجا دارم میذارم. دور از جون داداش. حالا این مؤسسه مالی اعتباری اعتماد قابل اعتماد هست؟ خیالت راحت باشه داداش، تحقیق کردم معتبر معتبر. چرا از این بانک های معمولی نذاشتی ملی؟ این سودش بالاتره داداش. مطمئنه دیگه؟ مطمئنه مطمئن. این از ماجرای امیر خان. ماجرای بهرام از مراسم بدرقه پدر نامزدش که عازم سفر حج بود شروع میشه. قسمت همه ما بکنه صلوات بلند خط کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ناز نفست واقعا ناز نفست رمضان علی. خواهرها برادرها قسمت ما شد بریم خانه خدا، ان شاء الله قسمت همه شما ها بشه. الهی آمین. اگر خوبی بدی دیدید حلال کنید. الهی آمین. اگر هم که کسی طلبی داره بگه ما بهش بدیم، مدیون نشیم. الهی آمین. یا الله یا الله باجود به عزت و شرف لا اله الا الله. گکم کتن دیوانه بگیم به یکی بری. نه آجام بگیم لبیک اللهم لک لبیک. بله 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 لبیک اللهم لبیک. خدا نگهدار. خدا بخشون. خدا بخشون. خدا نگهدار. آقا آب این چطر رو سر من نچکن. بله آیا اخی جانم حسنا باشیم. میگم حالا که دارید میرید مکه فکر نمی کنید یه چیزی یادتون رفته؟ چی آقا جان؟ یه حسابی ما با هم داشتیم. ای خاک عالم خدای من. ببخشید ببخشید. دخترم صفورا بیا بابا. جانم حاجی بابا شما نزدن. دخترم تو دوتا بالش پول گذاشته، از یکیش 15 میلیون بر میداری میدی با آقا شعبون. ببین رسید یادت نره. حتما حتما خیال شما راحت. خدا پشت و پناهتون. خدا نگهدار. خدا پشت و پناهتون. اجازه بدید بارا دیگه سفورا به باران به دریا به هر کس که رسیدی بگو من عاشقتم، حتی به اون بالشای بابا. بهرام جان دست شما به بالش پدر من نمیخوره. کلن در زندگی ماندی معطل، بمانی معطل، نمانی معطل، عروسی کنیم عروسی نکنیم، بگه نمیخوام عروسی کنیم، من میخوام آیفون 10 داشته باشم، بنز داشته باشم. با منم میخوام ولی پدر من بفهمه ما دست به اون بالش زدیم تو رو قیمه قیمه میکنه منم میکشه. کاش از همو همدان من زنگ گرفته بودم، دختراش لاغل به حرف مردشون گوش میدن. سفورا عزیزم نگاه کن ببین بابات الان اون بالای بالاست، یه چیز مهمش ایزی میمونه. برام خجالت بکش برام، بالش پدر من خط قرمز خانواده ای ماست. یه دستی بهش بزنیم اون دیگه نزنیم. بابا خط قرمز ای ما میرم همدان. برام ها برام اینا برام. به جون پدرم بست استا، زمین سر دورایی رو فروخته باد ندیا. سفورا مؤسسش توی تهران اینجا که نیست علکی باشه، که روی 400 میلیون 30 میلیون یه ماه سود میده. تا بابات برگردن من کل این پولو برمیگردم سر جاش، بعدش هم یه پراید میخرم، اسنپ کار میکنم، تلاش شبانه روزی، آیفون 10 و من و بنز و منز همه چی میخرم، بعد میریم سر خانه زندگیمون دیگه. تو کشتی منو با این آیفون 10 و من و بنز و منز. برای مطمئنی معتبره؟ معتبره دیگه، معتبره. تلویزیون ویلان مانده داره تبلیغشو میکنه دیگه. و اما ماجرای خودم. من محصولات مکمل بدنسازی از چین می آوردم و بین یه تعداد باشگاه توزیع می کردم. میترا جون 20 تا پک حرفه‌ای هورمون برات آوردم که دیگه این دفعه بچه‌ها بترکن.
دست درد نکنه است. چقدر هم همه از تاثیر آمپولای قبلیت راضی بودن. میدونی که البته 6 ماه مداوم استفاده کنن بدن ها میشه مثل سنگ. عصب دیدم که دارم میگم ها. محکم. ای بی شرف. سلام النازی. سلام زهرمان. ببین ماما چیکار کردی؟ زندت نمیذاریم تو رو. اینا چرا شبیه زنای ناصرالدین شاه شدن؟ کار آمپولای توئه. آبرومو بردی. حالا 100 میلیون خسارت دادم. بیچکارت میکنم. بابا. خود مستر چانگ از همین داروها استفاده میکنه. تمام بر بچه های فیتنس چین برو بپرس از همین دارو استفاده میکنن. شما حتما رفتین درکه بالمر خوردین، بالمر هورمونی دیگه سر صورتتون مود. چی میگی بابا؟ واسه آمپولای توئه مردی که کلاهبردار. کلاهبردار؟ درست صحبت کن. اینا همه برچسب داره. اینا همه قانونن داره وارد این مملکت میشه. من بذار مثلا با خود مستر چانگ صحبت بکنم. از خودش میپرسیم خیالمون راحت شه. من اجازه بدین بعد بهتون ثابت میکنم که اینا همشون درسته. مستر چانگ نیاو یه جواد نو خواهی یه چیچو بسی یا نه نیا ادی هونیم دلی هیاو نون خواهیو نما حین حیره دستم یه هونا یاو نو نیاو هونی هونی اوی 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 نیاو دیمیو هن کمیم نهونی آیه نیاو ما زمینه چیز پوهانیم همی آیه هون هم گیابونی هیاو نیاو نیمینه یا 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 او کسافت بابا این میدینی چی میگه؟ این داروها برچسباش اشتباه شده، یعنی زنون مردونه قاطی شده. وای بیچاره شد. حالا باز وضع شما خوبه. من از اینا 200 پک برای باشگاه حمیدینا فرستادم. اونا جواد جونم جانم ای عباس آقا عباس آقا مرض ببین چیکار کردی؟ نامزدم ولم کرده، بابام سکته زده، الان به بچه‌ها میگم یه فس کتک بزنن دم بریده. نه قربونت برم عشقم، با هم دیگه منطقی صحبت میکنیم. کسافت. چرا شما همه صداهاتون اینجوری شده؟ بگیرین این ذلیل مرده رو. نیمو به من میگه عشقم. رفتم خونه ساکم و بستم و دفترچه پس اندازم و برداشتم که حسابم خالی کنم و یه مدت برم شهرستانی جایی تا آوا از آسیاب بیفته. سلام جواد جون، صبر کن، اومدیم یکم از هورمونای خودتو به خودت بزنیم، عضله بیاریم مثل اصل. من عضلام خوبه. بایستا بیتم پدرت رو در میدارم. بایستا رفتیم بگیرنش دیگه. خدا بگم شکارت کنه الهام. نکنی کارو. من اعتراف به این که من قبره خوردم میخوام خودم آتش بزنم. آجا بشیم چی شده؟ خودم آتش بزنم. لب کن بابا جان. پول منو خوردم میخوام خودم آتش بزنم. چی داری میگی؟ چی شده؟ خودم آتش بزنم. میخواد خود جو آتش بزنم. برای چی؟ برای چی پول منو خوردن؟ همین مؤسسه مالی پول مارم خوردن. شما پول گذاشتی ای خاک به تو سرت. پول شما رو هم خوردن آقای ماته. ورشکستگی مؤسسه ما 3 نفر رو به هم پیوند داد چون هیچ کدوم جایی رو نداشت. امیرخان جز خواهرش که سوئد بود کسی رو نداشت و اقوام دورترش هم به خاطر سابقه و دزدی مسلحانه حاضر نبودن راش بدن. بهرام با گند زدن به پولای پدرزنش از یه طرف آبروی خانواده خودشو برده بود و اونا طردش کرده بودن و از طرف دیگه جرأت روبرو شدن با نامزدش و خانواده‌اش رو نداشت. سلام، ما اینجا جلوی مؤسسه تجاری اعتماد هستیم. این مال باخته‌ها جمع شدن دارن شعار میدن که انشالله بتونن پولشون رو از این نامردا پس بگیرن. عاشقت هم خانومی؟ ما سالون جان، من امشب ممکنه دیر بیام، تو شامتو بخور بخواب. برای خانومم فیلم میگیرم ببینه اینجا چه خبره. خدا حافظ، اینجا همه چی شلوغه. حتی اگه بمیریم
پولا رو پس میگیری حتی اگه بگیری پولا رو پس میگیری تیکه به تیکه میشیم پولا رو پس میگیری تیکه به تیکه میشیم پولا رو پس میگیری یا مرگ یا پولامون 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 قربونت برم اگه مادرت کشتن اینجوری داری گریه میکنید بخواد بزنی نه حاضرم مادرم بمیره ولی فقط پولام باز بگیرم بارکلا آفرین دمت گرم به این میگن عزم راسخ این حاضر ننش بمیره ولی پولاشو زنده کنه سلامتی خودشون و مادرشون یه صلوات جلیل خط کن اللهم صل علی فقط 300,000 تومانمو بس بدن آفا چقدر؟ 300,000 تومان یا پایین بابا یا پایین تو رو گم شو نفر 1000 تومان جمع کنیم یا چه بدیم بره آقا چرا مسخره میکنیم اون 300 تومان کل زندگیم بودی آقا حق داره چرا؟ حق داره یک تومنم یک تومنه یک تومنم یک تومنه یک تومنم یک تومنه کرامت کرامت پولو بده کسافت کرامت 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 بده کسافت تشریف آوردن به افتخارشون لطفا آقا لازم نیست لازم نیست افتخار مفتخارم نمیخوایم بسم الله الرحمن الرحیم اولا که بنده خیلی متاسفم میدونم با اتفاقاتی که افتاده زندگی شما متلاطم شده باز هم متاسفم اما باور بفرمایید که درد من و خانواده من کمتر از شما نیست آره خیلی درد من بس خبر نداری عکس خانواده‌ات کنار آبشار نیاگارا مشغول درد کشیدن پخش شده قربان بله بله همینطوره بله ما خبر داریم من مثل مسئولین دیگه کتمان نمی کنم خانواده من در نیاگارا بودن اما سفیر فرهنگی عزیز کشورمون بودن و اتفاقاً سفرهای گویایی بودن بله بله این چیزای دو تیکه صورتی میپوشن همه خبر دارن ای سفیر صورتی برگرد بیا لعنتی ای سفیر صورتی برگرد بیا لعنتی دلهای ما طلبکارا خونیه این کرامت کو او تا پولو پس بده این چیه نوشش کنه بده کرامت کرامت سلام ما به عمت کرامت کرامت سلام ما خیلی متشکرم خیلی ممنونم شما هم لطف کنین سلام بنده رو به متعلقینتون برسونین علل خصوص شما شمایی که تیشرت مشکی تنت عکس اسکلت روشه دوستان با این شعارا کار درست نمیشه بنده به عنوان رئیس این مؤسسه تنها قولی که میتونم به شما بدم اینه که ظرف 6 ماه پولتون تو جیباتون باشه اما دیگه تا 6 ماه دیگه ما هیچی نداریم بخوریم 6 ماه 6 ماه من نمیتونم صبر کنم من کجا بخوابم توی 6 ماه بچه من عمل داره تا 6 ماه دیگه بچه من مرده حالا اگه تو این 6 ماه تحصن کنین تجمع کنین تظاهرات کنین نشست بذارین جلسه بذارین هیچ اتفاقی نمیفته چون پولی در بساط نیست شما فقط ما رو دشمن شاد میکنید بچه های شما لایه دشمن ها بندری میزنن شما نگران مایی؟ بله بله کرامت کرامت ای توف به اون مرامت کرامت کرامت ای توف به اون مرامت ای توف به اون مرامت کرامت غلام های بدبخت اجازه بدی اجازه بدی مثل اینکه با شما با رفعت اسلامی نمیشه حرف زد علی ببینم رفعت اسلامی اسم یه خیابان نبود وحدت اسلامیه بابا با پول خودمون رفتی بادیگارد استخدام کردی که ما رو بزنن ای توف بر اون مرامت توف هیچ استخدامی در کار نبوده این دوستان به صورت خودجوش به بنده مراجعه کردن مکررن و شاکی بودن از شعارهای مستهجنی که شما علیه بنده میدین شعار ساختن کاری نداره آقایان خانوما دقت فرمایین این عزیزان شریفن همه تونو حریفن این عزیزان شریفن اون اونا اوزا خیته شعار نرمش کن شعار نرم چی میزه حرفی باشه کرامت کرامت عسل بریز رو خامت کرامت کرامت عسل بریز رو خامت کرامت من دوباره نمیگذرم نمیگذرم خب دوست دارت کنن جا خالی
نگهبانی میدی؟ بگیرشو حمله کنید، بگیرشو بیرون. یلا این چی؟ این بدله. این چی؟ اگر نه اینا بدلن، 2000 نمیاد. این اینا همه بدلن. چی اصله؟ کجا بخوابیم؟ تو این مدت پولای خودمون و پولایی که تونسته بودیم از این اون قرض بگیریم و خرج مسافرخونه و غذا کردیم رفت. بالاخره پولامون ته کشید و چوب خطمون هم پر شد. نه اصلا امروز چندومه؟ نه قمری رو میگم امروز چندومه؟ خب حتی آخر زیاجه برمیگردونم این پولو. الو سفورا، سفورا آخه گریه نکن. شب بخیر آقا جواد، شب بخیر آقا بهرام. صداهای ناجوری اگه از من شنیدین از حالا عذرخواهی میکنم. میدونم سفورا. الو ای گوشی من دوابان من آخر از دست ای گوشی سر کچلمو میذارم به دیوار خودمو میترکانه. ما سر جام نشستم میگه به راست بپیچی. این چه گوشیه؟ چیه؟ اینجا میخواد بخوابی؟ هر بار داری برچانسی میگه. شبت بخیر. شب بخیر. شبا توی پارک نزدیک مؤسسه میخوابیدیم و روزام میرفتیم دم مؤسسه. یه حمام درست درمون هم واسمون شده بود آرزو. بعد جوری به فلاکت افتاده بود. طرف دیگه پیدا کردن غذا هم واسمون شده بود موزل. کرامتی بی همه چی. چقدر گوشنمه. میگم یه پیتزای اینا نگیریم. چیا؟ اینا بدم نیستم. خب من براتون میگیرم. الان خودم میرم میگیرم، نگران نباشید. بذار منم بیام به تو نمیدم، من متعهلم. منم بیام. سلام ارشد خانم. با عرض سلام و خسته. چی میخورین؟ قارچ گوشه یا گوشت قارچ؟ پیتزاه. آقا برو ما زن نشو. اگه به من پیتزا بدی من بهتون شامپو میدم. شامپو تخم مرغ خوبه. برو آقا ما زن نشو. بعد حرف میزنی ها. بعد حرف میزنی. میزنم بری آسمون با بر سال دیگه بیای پایینا. چرا قیافت آشناس؟ خواهران منصوریان درسته؟ من گشنم نیست، تشنه به نوشابه میخوام. بگه منم یه جا دیدم سبز میدان همدان درسته؟ اونجا سبزی خورد میکنم. امیر خان بیا کمک، اینا سه نفرم و دو نفریم. من که دیگه گشنم نیست. اون بچه رو ولش کن بیا اینجا، زبه اولت بی هوا بود. بیا بیا با شما هم بیا. آه! آه!
فقط دونه دونه میشه؟ دیگه نمیشه. امیر خواهد چرا سوت میزنی آخه؟ چطور مگه؟ من آب میخورم، خرکی نمیخوره. آقا زدنمون ولی دمشون گرم، پیتزاها رو گرفتم. دمشون گرم، دمشون گرم. آقا دعوت فکر نمیکنی بچه های باشگاه بی خیال خوری زندگی شده باشن؟ نه بابا راست میگه، خیلی وقت گذشته، شاید یهو بی خیال شدم ما بریم اونجا تلف بشیم. بی خیال نمیشم، ممکنه بی خیال ماشینم شده باشم. ولی خب اونم خوبه دیگه. اونم خوبه. شما گفتی بلدی ماشین باز کنی؟ زیر ده ثانیه. ایوان میشناسمش، هم سن و سال همین. چه روخی داره. اون پشتشه. ای پشتشه، بابا کم جلوشه. خودش در رو برای ما باز میکنه. آره راحت باز میشه. سلام سلام سلام. بسم الله. بفرمایی تو. بفرمایی تو. بفرمایی تو. بفرم بفرمایی. قاره قوره شکم میده. منم خیلی گشنمه. آقا چی کار کنی؟ یه بابایی هست، یه مغازه قدیمی داره، مال خره. آمارشو دارم، هنوزم هست. ما میتونیم زاپاس، باپاس، قالپا اینا رو بدوزنیم. بدیم بهش یه پولی ازش بگیریم. بد نیست. بد نیست؟ یعنی بعد یه عمر زندگی شرافتمندانه الان بریم دزدی کنیم؟ خفه بابا، تو شرافتمندانه زندگی کردی؟ بله که شرافتمندانه زندگی کردم. کی پول پدر زنشو بالا کشید؟ بالا نکشیدم آقا، دادم مؤسسه، مؤسسه بالا کشید. مجبوریم، وگرنه باید گشنگی بکشیم. رای دیگه یه هست؟ بله یه رای دیگه هست. چه رای؟ اینی که پدر زن من دیشب از سفر معنوی حج برگشته. این مطمئنه حالش دگرگون شده. یه زنگی بهش میزنی، من تلو به بخشش میکنم. بعدم میگه یه باقی داره، تا زمانی که مؤسسه کارش را بیفته میتونیم اونجا بزنیم. خب اگه بشه فکر بعدی نیست. 100% میشه، فقط این تلفن لغا مروبت اگه درست شادش بیز 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 داشت. الو سلام حاج آقا، حال شما خوبه؟ رسیدم به خیر باشه. حاج آقا ببخشید حضوری نیستم خدمت شما برسم. این باهوشمندانه بازگشت شکوهمندانه جان. بله صحیح. خیلی ممنون. بشین بابا. خب حالا چی باید بدازیم؟ لاستیک زپاس. پیش رو حضور پلیس وزاره. میخوام برم اسنپ کار کنم، ویزم برای او ریختم رو گوشی. الان گوشیم قاطی کرده، هی برنامه هم خوش خوش میشه. خوش 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 جک و قالپا که برداریم و از این دو هفته میتونیم شکممون رو سیر کنیم. امیر خان الان این ماشین خواهر خودتم بود، همینجور میزدید داغانش بکردیم. خواهرم ببره با تو، حواسم پرت نکن. مگه رضایت ندادی تو؟ آقای اصل نامردیه. باز شد. باز شد. چه زاپاس نوعیه. جک چلو کباب میخوری. من با خیا دارم کار. خفش کن اونا، من چه کنم بزش خود گرده. بزن که شما به مقصد خود رسیده. یه پد بیای. یه بسه باش بنام کن. بیا ای بود ترهت، ای بود نقشت، داشتی دستی مینداختی من زندان. برکن یه قره. آقا میرفتم زندان از شر این قاره قوره شکمیتم راحت میشدم. بسه بابا کوچیکتره، بس کنید. بزرگترته خجالت بکش.
آقا من دیگه با شما کاری ندارم. نداشته باش. من اصلا چرا با شما اومدم؟ بعد میموندم دستگیر میشدم میافتادم تو آلاسکا. آلاسکا کجا؟ زندان. اونجا صبحونه، شام، نهار مرتب، تخت خواب، وی آی پی، یه مشت آدمای حسابی، نه مثل شما گورگره. پس ما چی؟ ما هم هستیم، ما چیکار کنیم؟ آقا چی میام برید خرج دوست داریم بخوابی بیابون چی؟ آقا چرا تنهاخوری میکنی؟ من هستم آقا، هر چی بگی برام هم هست. نه آقا من نیستم. هستی آقا. من نیستم عزیزم. خوبا آقا چیکار کنیم؟ میریم تو روز روشن یه سرقت میکنیم به اندازه 6 ماه 7 طبق ماده قانون 37 هستی؟ هستم آقا. عالی. خیلی خوب. عالی دیگه. بریم دیگه خوبه. بزن. من بلش کن اونو. بلش کن. بریم بابا. بریم. تو ای هر چی مهرم. چه کنم چه قربت خدا. بلش کن. آقا منم دارم میام، منم میام. آقا کجایی شما؟ امیر خان تا خود صبح از خوبیای زندان بود. اینکه اونجا خرش میره و نمیذاره بهمون سخت بگذره، اینکه وقتی آزاد شدیم اگه چند سال خلاف نکنیم سوء سابقه‌مون هم پاک میشه. حرفای امیر خان و فلاکتی که توش بودیم باعث شد بالاخره رضایت بدیم که یه خلافی بکنیم و یه مدت بیافتیم زندان تا تکلیف پولامون تو مؤسسه روشن بشه. کیشو؟ خودشه. این؟ آره آره آره. راست کار منه. بیا. ماشین مورد نظر اینه؟ آره آره آره. ایوا ماندرا که اسنپ قبول نمیکنه که. قدیما من همین قدیمی ماشین رو مورد میکردم دیگه. بیا بیا اینا بخو. آقا سرقته. سرقته. خدا قوت. قربانه. سلام خسته نباشی. دیدم. آقا دیدم. دو. او داره صاف صاف را میره. همه پولا رو دزدیده. اون وقت ما برای که از آوارگی در بیایم باید بریم چه میدونم دزدی کنیم که گشنگی نخوریم بریم زندان. با تو هم میفهمی چی دارم میگم. بذار کارمونو بکنی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. با اون سخته، با سویچ راحت تره. آقا امیر خان این همه ماشین سیم تو کردی تو ماشین روحانی. حالا چه خوبه. آقا ببخشید من از سال دوم ابتدایی مکبر بودم. سمع الله لمن حمده الله اکبر. آقا رکوع هم اینه دیگه درسته؟ قنوت. قنوت هم اینه. شما خجالت نمیکشی؟ چرا؟ تو روز روشن دزدی میکنی؟ بله بله کار زشت. واقعا نمیدونستم ماشین مال شماست. آخه روحانیت که همش شاسی بلند و هیوندای و بنز و این چیزا سوار میشه. بس کن بس کن. از تمام مال دنیا همینه دارم، اینم دیگه نمیخوام. نمیخوام. آجا خوراک اسنپه ها تعارف میکنی؟ نه خیر آقا نمیخوام. نه آقا چرا؟ وظیفه ما هدایت جامعه است. حتما کمکاری کردیم بل. که مکبر بشه ماشین دوست. آه پلیس پلیس. آجا آقا اشکال نداره بگیم ما بود. سلام عرصو. سلام عرصو نباشی. شما خوبه؟ به موقع آمدیه. ما آماده ایم برای بازسازی صحنه جرم. سلام آجا. سلام علیکم. مشکلی پیش اومده؟ بله با سرقت داشتیم دیگه. سرقتیه. نه خیر ماشین رو هدیه دادم به اینها. هدیه کدومه؟ جانوار جان خوندی آجا؟ بینوایان. من حقوق خوندم. روز روشن دروغ از دروغ اشد من سرقت. سرقت هو حدیث جل نکن. آقا من ماشین رو هدیه دادم به اینها. آجا خو اگه هدیه دادیم بچه رو ما داشتیم باسیم بازش میکردیم. باز میکردیم این ماشین رو. حالت جرم دست ما بوده. ببینیم بگیر بالا. سالش کن. اگه سرقتی پیش اومده گزارش بنویسم. بله سرقت. گزارش کن. این عملا دزدیه. سرقت نیست. سرقت نیست آقا. من ماشین رو هدیه دادم به اینا تا خداوند از سر تقصیرات بگذره. طبق ماده قانون 37 ما مجرمیم. باید ما رو دستبند بزنیم ببریم. آقا توی جیبت من مقصرم. آقا شما مقصر نیستیم. ما داشتیم سرقت میکردیم. مقصر ما نیستیم. نه خیر من مقصرم. آقا من آقا شما رسیدیم ما اینجا در چه حالی بودیم؟ تقصیر از من مقصرم. اصرارم نکن. آقا مقصر ماییم. گیر مقصر. آقا بگیم این حالش بد شد. آقا درسته شما مقصر درسته. آقا مرکز 25 مرکز سریعا یه خودرو آمبولانس اعزام کنید موقعیت. سلام. سلام خوش اومدین. بفرمایید. خسته نباشید. همش چند؟ چی احتیاج دارین؟ الان میگیم خدمتون.
برام جان با سلام و خسته نباشی. این یک سرقته. اول این مرکت نه اون چه کردی خانوم؟ جنگ میزدی پلیس میومد مال دستگیر میکرد طبق ماده 37. چرا همچی میکنی؟ آروم باش چیزی نیست. برو یه تیکه چسب بیار من اینو برات میچسبم. من این روز اولش ما میریم اینو بده دست من تو نگران نباش. نه 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 زشته کمشقا. اینجا چه خبره؟ اومده بودن دزدی. با شوکرتون خدمتشون رسیدم. ابله اون شوکره من قاچاقو بردم. مجوز نداره. پلیسا بفهمن جفتمون زندانیم. صد بار بهت گفتم با این بیست تا گونده اینقدر بر نرو. آرو سمر ماشینو بعد با سه تا گونی گوله بیا پشت سر جواهری. افشینم با خودت بیار. اومدی ها؟ سلام عزیزم. ما رو گرفتن کردن تو گونی. اصلا دلیلش مشخص نیست، اصلا شرایط خوبی نداریم اینجا. چی بود؟ خانم من شام میخورم خودم بعد میام خونه. اینجا همه چی بو میده. خدا حافظ. اینجای ما تو گونی کمه. سلام 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 آقا ببخش چی بازی که نیست. خب نگفتین چی شده؟ کی شما رو کرده تو گونی؟ من از سوال میکنی تو؟ آقا راحت میشه بیادم خودم میکردم. آره باش بعد صحبت نکن. الو ببین همینو خفت کنیم چقدر میبرم برام؟ صحبتشو نکن کم کمش 5 سال زندونی داره. مادر من الان 2 هفته از برنامه‌ریزی کردم که همین امروز برم سفارت آتش بزنم. اون وقت شما برای همین امروز عد همین امروز مهمون دعوت کردی؟ آقا سلام برسی. مادر من آتش میزنم پای همه چیشم با میسم تمام. آقا آدم با مادرش یه جوری صحبت کنه؟ قبل والدین احسان ها چی میگی تو؟ برو سفارت کجا رو میخواین آتش بزنی؟ به یاری خدا انشالله سفارت بوتی. دی بوتی؟ کجاست این بوتی؟ چرا؟ اگه خدا بخواد انشالله دست استکبار جهانی و امپریالیسمو که از آستین این بوتی بی پدر زده بیرون از مچ قطع میکنیم. دوست عزیز اونجا آرنج امپریالیسته مچ پایینتره. شما آناتومی امپریالیسمو خوب میفهمی ها. کی هستی تو؟ بیا پایین نگرد نگرد بیا پایین بیا پایین بیا پایین کی هستی تو؟ آقا این سرستان اومدن آقایی هم تازه خرابه. هیچ کاره هست ما خود ما چی نیست. آقا ببرین شما هر کاری دوست دارین بکنین قط کنین. بله میبریم کیفش هم میکنین حتی اگه قرار باشه مثل چند سال قبل بندازنمون زندون. زندون؟ دوره ما تشویق هم میکردن ها. واقعا؟ آقا نمیشه ما با شما بیایم. باید میتونیم کمک کنیم اونجا. من شعار میتونم بدم محکم. امتحانی بریم بینم. بله بله. پس همه با هم مرگ بر لیبوتی. مرگ بر لیبوتی. بگو آقا شعار ما مرگ بر لیبوتی. شعار این بانوان مرگ بر لیبوتی. شمارت رو میدیم ما مرگ بر لیبوتی. شعار هر کارتون خواب مرگ بر لیبوتی. مرگ بر لیبوتی. ما اینجا کنار سفارت لیبوتی مردم جمع شدن دارن شعار میدن. من توی این گرد همایی پرشور یکی از مسئولین شعار هستم. بهش میخوند یکی دوتا شعار بدن مردم جواب بدن. امین خان اونم رو میدین من لیبوتی لیبوتی کشور قد قوتی. لیبوتی لیبوتی کشور قد قوتی. لیبوتی هم یک دفعه زده ما شد بدن جونم قاطی میوه ها شد. لیبوتی هم یک دفعه زده ما شد بدن جونم قاطی میوه ها شد. اینا رو به عشق خودت فقط گفتم. همه سالومه دوستت داریم. سالومه دوستت داریم. سالومه دوستت داریم. نه 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 نگران نباشی. سالومه خانوممه خواهر شماست.
خانوممه. آره دارم براش فیلم میگیرم در عجل معنوی اینجا. بیبوتی کرامت پیوندتان مبارک. بیبوتی کرامت پیوندتان مبارک. نه با آقا کرامت کیه؟ این اراجیف چیه داری میگی؟ همه با هم مرگ بر بیبوتی. مرگ بر بیبوتی. نزن آقا، نزن آقا سیروس. به لطف خدا لیبوتی اسخایی کرده. قرار رو با هیئت امرو بیاد واسه مذاکره. بابا چهار چیز سرش کن. نه آقا، توپ تانک فشفشه سفیرشون خسیسه. توپ تانک فشفشه سفیرشون خسیسه. باشه نگو آقا. شهرام جان شما مطمئنی؟ بله آقا سیروس، گفتم بیام بهتون بگم که رابطه رو مکدر نکنید. والا هیچ کس موافق این کاری نیست که شما دارید انجام بدید. دروغگو، 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 دروغگو. ما رو زندانیم. از سفارت که خیری ندیدیم، واسه همین با راهنمایی امیرخان یه نقشه جدید کشیدیم. سفارت به انوار مصفی شیشم بشن طبق ماده قانون 37 محکوم میشیم از 3 تا 6 ماه. یون جد مگه زیاد شده چیکار داری میکنی؟ چه خبره؟ مگه ماشین مال شماست؟ طوریه؟ نارنجی بهتون نمیاد قربان. زرت پت نکن، چه مرضشی ماشین ریختی کردی؟ یه مرضی داشتم، زنگ زدم پلیس بیاد. پلیس نریم، 5 تومن خرج ماشینه بده بیاد. این آقا 3.5 خرجش بیشتر نیست. تو اصلا 3 بده. ندارم، زنگ زدم پلیس. نداری مرض داری نرخ سعی میکنی؟ با من دارم اینو بیارید شما. دوباره برم بهتر کنه بشه. بیشو کار داری میکنی نکن. تخریب اموال عمومی. یعنی چی؟ طبق ماده قانون 37 مجازات کیفری ما محکوم میشیم از 3 ماه تا 6 ماه حبس. برای اینکه بشه 6 ماه صبر کن. آقا بیا برو، بیا برو اینجا با این نصیب کن بریم بریم. یعنی چی بریتان؟ مثل تیر برق واسطه اینجا بردار ببر ما رو کلانتری دستگیرمون کن. نه عزیزم چرا ببرم کلانتری؟ این روزا فشار اقتصادی رو مردم هست، ما این موضوع رو درک میکنیم. میدونیم که آدم بیخودی عصبانی میشه، واسه همین میگم که برید اینجا وای نست برید. اینا رو باش، مثلا پلیس هم پلیس های قدیم. بابا دوز حاضر، بوز حاضر، برداریم ببرید. پلیس یه زمانی باید چشم پوشی بکنه. بفرماییم بریم. موفقیت آسون به دست نمیاد. ما تلاش کردیم، موفق شدیم که دستگیر بدیم. آقا بریم زندان یه استراحت درست حسابی بکنیم. آقا پر کی میرسیم؟ من تو زندگی دوتا آرزو داشتم، یکی اینکه سوار بنز بشم، یکی هم موبایل آیفون داشته باشم. بنزو که الان سوارم، ایشالله آیفون هم به زودی میاد دستم. این بنزه؟ بچیه؟ سمنده. این سرکار ما کجا داریم میریم؟ از شهر خارج شدیم. پایگاه ما بیرون شهره، مشکلی داریم؟ آقا نه خسته نباشید، واقعا زحمت دیدین چی شد؟ آقا معذرت میخوام، همکارتون مستین که داره مواد مصرف میکنه. آره آره. خب خدا این چیه؟ چی؟ این که دست خود شماست. این گله. حواست باشه، گله. دوست عزیز، این دوست عزیز پشت فرمان گل میکشه، من نمیفهمم یعنی. ببینم بوش. این چیه دست شما؟ پودر محبته. پودر محبت؟ آقا من دیگه حرفی ندارم. من نگرانم. آهنگ چی دوست داری براتون بذارم؟ آهنگ. بزن. آره. یه آروم باشه، فقط کنترلتون از دست ندید. شیشه بالا. شیشه رو برای چی میدی بالا؟ خوبه، منو یاد ایام جوانی انداختی. مرکز سند 1. مرکز بوشم. خودروی انتظامی اعلامی با پلاک شخصی مربوط به افغازی رویت شد. چی دستور میفرمایید؟ صادق برو دنبالش.
اگه میتونستم یه پوکی میگرفتم از اون خیلی خوب. وای خوبم خوبم خیلی. آیه چیزی هم اول چت میکنن بعد میگیرنشون، ما اول گرفتم اون بعد چت کرد. بابام گربه داشت هر وقت میکشید پوت میکرد تو صورتی. الان من اون گربه هم. جناب فرمان عزیز دوزه رو بفرست عقب. آقا اینا هم کاراتی من چی میگه؟ میگه بزن کنار خوخیهاشون هم شوخیه پولیس. آقا من میگم پیادشیم پنج به سه بگیریم لشیم. مرکز سهن به یک قدرای مورد نظر سه تا سرنشین عادی داره که دستاشون رو با دستمند بستن. چی دستور میفرمایید؟ این دنبال بازی تشنمون کرد. کیا پیوه میخورد؟ آقا یه ابتالای فروشون جلوه من خیلی سریعه. آقا شیرموز میخواستم خودم برات بگیرم. ای بابا اینا چقدر با معرفت هم. ما راننده نداره الان کپ الان راننده نداریم دستامون هم بسته است. چی صاحب کن بیارم بخوری ما بیبرو بعد یه فکر. آره برم مرحله بعدی چیه؟ بازی آبی بریم. بازی آبی دارین؟ آقا درو بکنید. نه دست ما درو بکنید. آی دستم. آی دستم. آی. خوش به حالشون. تو اتاقاشون گرم و نرم گرفتن خوابیدن. خدایا یه زندان ما ما دریغ میکنی. چه گناهی کردیم به درگاهت خدا؟ نه باش. بعد وقت داشته میرفته مکه پولشو پیچوندی چه گناهی کردیم در عرض؟ آقا این دوز این بیشعور این احمق خودت چی؟ من چی آقا؟ با یه چینی بیشعور تر از خودت رفتی رو هم گن زدی به هورمون جوانای مردم. من به هورمون مردم چی کار دارم؟ به جای حرفای راهکار پیدا کن. باشه آقا. آقا شانسمون زده راهکار عروسیه؟ نه سر دو بگیم. You know.
بزن قدش بابا بزن قدش. امشب ما رو توی مهمونی گرفتن. آخه این جوونا کجا خودشون رو تخلیه کنن؟ کجا خالد؟ این خانممه عزیزم. به بابا بگو سند بیاره ما رو آزاد کنه. قربونت. اوضاع قمر در عقربه. خداحافظ برادرها. خیلی دوستت دارم برادرها. اینجا داخل دیگه با ذکر یه صلوات برین اینجا. برو تو آقا. الله آقا برو داخل. چرا تبعیض قائل میشین؟ برای چی تبعیض قائل میشین شما؟ شما قیافتو بینو نمیدونم. ما ستا با اینا بودیم دیگه. هم با اینا جرم و ما انجام دادیم. پدر جان شما قیافت به اینا نمیخوره. شما فردا سند بیاد درست بچه‌ها رو. سند چیه؟ خودش مجرمه. من مجرمم. الانم سه نفره. دفعه بعد اگه اومدیم اول نفر شما. بذار آقا از اون بالا چیه؟ سه نفری. اون بنزا خالیه ها. آقا سه تا جا نبرین اخوه. حداقل لوکیشن بدیم ما خودمون بیاییم بابا. این همه ماشین داره خالی میره. نگاه بنز داره خالی میره. آقا تقصیر خودتونه دیگه. من میگم سریعتر بیایم پایین. به ما چرا ای آخر بریم بریم قربونت برم. خواهش میکنم بشین. الان چریم بریم. خب میگم تقصیر خودته دیگه. او باز کن دیگه. آخ چرا انقدر میزنین بابا؟ دوباره دست از پا درازتر برگشتیم پارک همیشگیمون. قرار شد بخوابیم و فردا دوباره واسه زندان افتادن یه برنامه ترتیب بدیم. سفورا الان سفورا چیزی گم کردی پدر جان؟ دنبال چیزم میگردم. چی؟ بابا نیم ساعت پیش مامورا ریخته بودن توی پارک. دست ای بابا چرا همچی میکنی مرد حسابی؟ میره مرد ای سنوسانت خجالت بکش. ای چه کاری داری میکنی تا الان؟ بابا جا من دنبال چیزم میگردم. چیز چیه؟ بابا اینقدر مواد کار گذاشتم تو جیبه الان پیدا میکنم میرم دیگه. نو کرده جای دیگه نبود کار بذاری؟ نه بذار پیدا شونم میرم دیگه. بود کارتو تمام کن برو. قربون آدم چیز فهم. امو چی بابا؟ تازه دوماده. برو بابا جان برو. باشه چش همین الان. چرا بازی بازی میکنی؟ بابا الان پیداش میکنم دیگه. آه نه ای وای ای وای دیگه نبینم ادا. نه ببینم میتره کنم ادا. نوکر تا هستم. سهم ما چی؟ چایی دی کوفتت بشه. چایی میدن چایی میدن؟ اتاق بغلی؟ آی جونم درمونم. بارون گرفت. بچه ها میگم هر شب بیایم تو همین پارک بخوابیم. صبح خوبی داره. آقا من با اینا بودم. چرا نمیذاری؟ عزیزم ما جشن آبی بودیم. ما بودیم تو جشن آب بودیم به خدا. ما بودیم شاهد داریم. خانم شما شاهدی من معتبرم. شما آب نریختن. نه این بنده خدا ها نبودن آقا. من ده 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 همین مقفا بزن تو سر شما. آقا وقتی نبودیم من بایی زدم تو سر شما گفتم برو نبودیم در خودتو زنگ بزن به صدا ده. یادتون نیست؟ چرا حق قلو حق میکنی؟ آلت جرم هنو دست منه. آقا یعنی چی میگم شما میزنی؟ شما داری حق قلو حق میکنی؟ میفهمی؟ بفرمایید
و خودم رئیس جشنها بودم. من اخلالگرم. بی خودی جوش نزنین. من با افسر صحبت کردم. یکی دو روز بیشتر اینا رو نگه نمیدارن. ما باید بریم اونجا که پول ما رو دزدیدن. حقمون رو از اونا بگیریم. یا میریم زندان یا پول خودمون رو میدزدیم. خب یا چه جوری آخه؟ بیا میگم. ما میرفتیم یه دو روز غذا مفت می‌خوردیم آخه. امیر خان ما رو بردم مؤسسه مالی وطن، مؤسسه‌ای که کرامت و رفقاش بعد اعلام ورشکستگی مؤسسه اعتماد را انداخته بودن و باز داشتن پولای مردم رو بالا میکشیدن. پولا رو که اینجا برداریم انگار پولای خودمون رو از مؤسسه برداشتیم، چون اونجا و اینجا مال کرامت. آقا به فرض موفق هم نشدیم میریم زندان دیگه، راه حل آخر دیگه طبق قانون ماده قانون 37. آه 37 درسته. خب این بانکه. آه بله، ما وارد میشیم خونسرد. نفر اول میره جلوی گاوصندوق میشینه. اون نرم نفر دوم میاد کنار نگهبان با میست طوری که اون شک نکنه. این منم قرمزه، منم رنگ رو بس. نفر سوم که من باشم میرم جلوی رئیس. اونقدر صبر میکنیم تا یکی به هر دلیلی بیاد در گاوصندوق رو وا کنه. آقا نمیمن چی؟ میام. نه اصلا به فرض اگر ما رفتیم بانکم پرت کرد. بله. رفتیم داخل بانک، رفتیم رسیدیم به گاوصندوق. نه من دارم حرف میزنم. اجازه بده من دارم زهر حالا بعدن راجع بشه. اجازه بده. بفهمید قربان. پسته بازیه. سلام سرکار. بازی میکنیم. داریم چی میکنیم؟ داریم دوز بازی میکنیم. الان دوز بازی. دوز بازی میکنیم. بفهمید. ممنون. واقعا اگه این چیز گاوصندوق نبود چیکار کنیم؟ هیچ، با این اوضاع میریم یه روز دیگه میایم. خوبه. ایول. ایول. بزن فرش. حالا اگر آمدیم و پول تو گاوصندوق بود، نفر اول زود پولا رو برمی‌داره، نفر دوم نگهبان رو خلاص راه می‌کنه، نفر سوم هم از سر در میاره شلیک می‌کنه که بلبشو بشه. بلبشو شلیک. آه خیلی خوبه، نقشه عالیه. فقط میگی سوم یه شلیک می‌کنه. بله. با چی شلیک می‌کنی؟ اصلا مگه داری نشون بدم؟ آره. بابا چشه. داریم تفنگ بازی می‌کنیم. نقشه های کلاسیک نقشه های خوبی هن. فقط یه بدی دارن، اونم اینه که خیلی ها اونا رو بلدن. ما رفتیم تو مؤسسه غافل از اینکه یه گروه دیگه با همون نقشه آماده سرقت بودن. اولیشون وایساده بود کنار میز نگهبان، دومی نزدیک میز رئیس، سومی هم کنار من که نزدیک ترین جا به گاوصندوق. شما گزارش شده. چیه؟ آروم باشین. یکی داره میره سمت گاوصندوق. چی؟ آماده باشین. آماده؟ بازش نکرد لعنتی. گفتم آقا میشه خفشین؟ تلفن ببخشید با هنسفری حرف می‌زنم. من از راز بخی نفری داره میره. یکی دیگه اومد طرف سی. یکی دیگه داره بزن دیگه افتم دیگه. این دیگه فکر کنم برای این داره در رو باز میکنم. خودت بیشتر زر میزنی یا به من دیگه؟ یه بار دیگه زر بزنی دهنه تو خود بزنی دست بزنی دست بزنی داره در رو باز نه Come on, brother! Come on, brother!
عزیزانی که بجز امیر خان من رو در این معمولیت غیر ممکن همراهی کرد آقا جواد بود افتخارش دست خودت کی خسته است دوستان یه لحظه اگه این جواد مرد نبود من الان زنده نبودم به افتخارش من نایدی کی اکوی زد سای من به دلاوران سرمایه گذاران به نام یزدان پیروز باشید به افتخارشون جان خودم از وقت زدم آدم خدمت شما بفرمایید بیار جلو چی؟ پیشونی ماشالله فرزندانه بفرمایید بیار جلو پسرم باریکلا پدر جان اینم خدمت شما فقط تنگه اب نداره همین جوری باشه خیلی هم قشنگه نه ولش کن آقا خراب میشه گل به افتخارشون خواهش میکنم به افتخارشون به امیر خان شیطان میگه این دلهای ما طلبکار خونیه اینو بخوان نه بابا شما رو ول کن بریم لتو پارش کنیم بریم زندان ها قربون دهنه خب دوستان اگه گفتین اینا چی ان جایزه آفرین پسرم این از طرف مؤسسه خدمت شماست با اینکه از این مؤسسه طلبکار هستین ولی رشادت کردین جون خودتون رو به خطر انداختین و این مؤسسه رو از یک دزدی نجات دادین به افتخارش خواهید ایول دم شما گرم یعنی الان این طلبکاری ما داخل این کارته ببینم اصلش سودش جفتش کدامه نه دیگه اونی که خدمتتون عرض کردم اونو 6 ماه آینده بانک مرکزی جبران میکنه این یه هدیه خیلی ناقابل از طرف مؤسسه برای شما بفرمایید باریکلا بفرمایید بیا جلو باریکلا بفرمایید پدر جان مبارکتون باشه 50000 تومان 50000 تومنه عوضش نقده همین الان برو بکش کار شما اجر معنوی داره خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه خسته نباشیم به افتخار خودتون عکساتو گرفتی آبی افت باشه دارم براش دکتر شهرام ایام به کام رسیدن به خیر آقا خوش گذشت کم و کسری که نبود آقای اسدالله ماجرای 50 میلیون دلار لو رفته کدوم 50 میلیون دلار یعنی تو نمیدونی
به روح مادرت اگه بدونم. به روح مادر خودت مردی که ببین، من به حرمت نون و نمک و اون دو سی سیغهی که ردیف کردی گفتم آمار بدم به اون که نوش جونت گوش بشه به تنت، ولی دو سه تا خیلی بیشتر بود. حالا هرچی، خلاصه که پا رو دم بد آدمایی بود. آقا من هرچی از این سفره برداشتم اندازه حقم بوده. چطور همه صد تا صد تا برداشتن، به ما که رسید آسمون تپید؟ ببین اینا هم رد پولا رو زدن، هم آمار اون فایل صوتی که ضبط کردین تا خیلی سر دلیشون استفاده کنی. یکی رو اجیر کردن کلکتو بکنه، جونتو بردار و فرار کن. کرامه نمت گرم خبر دادی. بگم اونم فهمید ما دنبالشی. برو با سرعت، برو با سرعت، برو گمش نکن. بابا چه خبرتونه؟ گیر باکسش خرابه، بیشتر از شرط نمیده. بابا گیر باکس بیا بابا، بازم خرابه. بگیر برو، اینو بگی تو اون بابا. برو دیگه بیا دارم بهش بده. بابا قضیه من و زندگی میفهمی، جون هر کی دوست داری قربونه. بابا نکن دیگه. آقا چی سرت کردی؟ جوراب زنانه پاریزیان خجالت نمیکشه؟ یواش یواش نزنه به این آقای رانم. بابا آره الان نرمال خوبه. تنظیم شد، تنظیم شد. بایستا بایستا همین بوی گندم مال ما، هرچی میکاریم مال تو. کسافت چه خونه ای هم داره. اون وقت میگه اجر معنوی مال شما، راست میگی اجر معنوی مال خودت، خونه رو بده به ما. تا پاله ایوه بزن قده، ایوه بزن قده. من الو، چرا گوشی رو بر نمیداری؟ 20 بار دارم بهت زنگ میزنم، فکر کردی من خرم نمیدونم اونجا نصف شبه؟ خب لابد کار مهم دارم دیگه. پوسته چی؟ ای خاک بر سر من کنن، این همه عزیمه پوسته تو کردم، با یه نصف شب بیدار شدن تل زده میشه به همه چیش. آرزو خوب گوشون چی دارم بهت میگم؟ بلیت برگشت رو کنسل میکنی، بعدش هم جاتون عوض میکنی میری مونترال، همونجا میمونی تا من بهتون زنگ بزنم. من دو سه روز دیگه میام، ولی تو این دو سه روز در دسترس نیستم. آرزو زنگ نمیزنی ها، همین که گفتم. آرزو یه دو سه روز اینستاگرامو تعطیل کن، استوری مستوری نذاری ها. از ایران خارج شدم بهت زنگ میزنم. باشه خدافظ. سلام علیکم برادر. کرامت کرامت، ما آمدیم تو خانه. تو چجوری اومدین تو خونه؟ من از کجا پیدا کردین؟ عرض میکنم خدمتتون. Ormanın pazarı ne gezmelidir, ormanın kızları ne sevmelidir. Ay film merdar, seni değiller, beni değiller, seni değiller, seni. بیدار شو. یاشا آقا، آقا مسته یک بابا. امیر خان، امیر خان این بیدار شو. چطوری تو؟ مال مردم رو میخوری، بهت میگیم. حالا صبر کن ببینم تا
تیر به خطا خورده. بگو ببینم این مربا تا چرا اینقدر شوره؟ مرباس؟ باشیه. خاویاره. های خاویاره. لباس شکنجه رو حال می‌کنی؟ آه امیرخان. با امیرخان. باحال شدی. طبق قانون این شخص باید قد بشه. زنونه است این لباس. فرقی نمی‌کنه. زنونه مردونه. بابا کجا زنونه؟ من میگم اینو تو یه فیلمی چیزی دیدم. در توالتشون از طلاس اون وقت کارت 50 تومانی به ما میده. خاکتون سرت کنم. تیر به خطا خورده. ببینم در توالت در تلاس. آره از طلاس بزنش. آره من به من چرا میزنی؟ بزنش. من برم در توالت رو ببینم اول. آقا من جدی میگم خب. من جونم در خطره. جون من در خطر باشه جون شما هم در خطره ها. زر میزنه آقا. چه زری میزنم؟ شما مگه نیومدین پولتون رو بگیرید؟ تو این خونه پارو دوربینه. منو اینجوری ببینن شما گرفتید، خب دستگیرتون میکنم. من خودم پولتون رو بهتون میدم. میدی؟ همین الان. الان همین الان زر میزنم. متاسفانه دکتر کرامت زر نمیزن. بالا دستی ها آدمشون رو فرستاده بودن سراغش، یه حرفه‌ای به اسم جمشید کرمی که سالها براشون کار پاکسازی انجام میداد. ریال ندارم و دلار دارم. دلار خوبه. خوبه. حالا طلبتون چقدر هست؟ ما دو تا 500، او یکی 400. باشه میده. نه من فقط 600 میدم. میدم. چرا میدی؟ چی میزنی؟ تو 3 ماه پیش میگفتی آقا اجازه بدید، اجازه بدید. اصلا حمال بی شعور منم که راضیم بهشون 600 بدم. من میدم دیگه. چرا به اون میگی 600، به من میگی 500؟ چرا؟ به تو هم میدم 600 خوبه؟ میده دیگه. بعد میشالا. این رمز شیما پدرمون در اومد باز نشد. آقا چه زیاده اینا، تقلبی نیستن؟ من دیوونم دلار تقلبی تو خونم نگه دارم. نه فکر میکنم منم طلبم بود 700. باشه به تو هم میدم 700. گفتم الان دیگه منم کیو کیو اینه بچه آدم. دستتون رو بذارید روی سرتون. به چسبید بدین با دیوار دوره. آقا خدا وکیل این آقا کرامت آدم خوبیه، اگه ازش طلب داری بهت میده. اصلا اسلحه لازم نبود. آقا اصلا هر کی هر چقدر بداده من دو برابر میدم. دو برابر غلط کردی. اگه به اون دو برابر بدی به ما هم باید دو برابر بدی. آقا داره میکشم اون، چقدر شما خنگین. چرا آقا بزرگتر درست صحبت کن. چرا میزنی؟ چرا باش بدرد میزنی؟ میزنی آقا اون مردمو کردی تو چیزه. آقا بزنین تیر تو پاش خلاصش کن راحت. چی میزنه؟ واقعا میزنه. بزنه بس. بزنم به تو. من نه که این دو ساعته دارم میگم. نه خودشو بزن. بزنم به من پاهم درد میکنه. دهن بسته. الو دکتر، طبق دستورتون الان توی موقعیتم دکتر. فقط دو تا مزاحم کوچولو اینجان. آره اگر پس فطرتی. آره ما خفشی. آقای دکتر غلط کردم. آقای دکتر پس میدم، هم پولا رو پس میدم، هم فایل رو پس میدم، هر چی شما بگی پس میدم. غلط کردم. اون دو تای دیگه هم غلط کردم. نه میگه دیره، بعد تازه میگه ما جای فایل ها رو خودمون میدونیم کجاست. کاری نداری با دکتر؟ نه شما کاری نداری؟ هوا سلام برس. شما کاری پس خدا نگه. آقا زد. آقا شکلی کردی.
پرفسکتو واقعا زدی اینوری خونی آقا کرامت آقا کرامت کشتیش کشت قاتل عوضی زدی کشتیش اینو کرامت بابا پشت نده گری میشه آقا زد کشتیش بدبختو ببخشید نباید میومدید اینجا ما میتونیم بریم حالا که اومدید کدومتون اول بکشه من که یه بار گله خوردم 30 سال پیش نوبت شماست بیا تو رو نه آقا نه کیو نه نه جونه زدمش شو تیر به خطا خورده الله اکبر الله اکبر بهرام آفرین آقا چیزی نچه تو من چه می الله اکبر دستش رو راه کردی خونه منه خونم وای بهرام بیچاره شدم منو ببرین بیمارستان چه جایی هم هست شانس آوردی ببرین دو دست نزن ببرین منو بدبخت شدیم بیچاره شدیم منو ببرین بیمارستان باشه میبریم بیمارستان خواهش میکنم منو ببرین اولاق پولا رو ول کن بیا منو اونجا جای خطرناکی نیست همش چربیه نگران نباش بیا منو ببرین بیمارستان اینا چی برو اجازه بده داریم میریم دیگه من سوراخ شدم تو گیر دادی بیا این ماشین تو اسنپ با یه خدا بگیری سفری 100 تومن بهمون میدن درو باز کن دستگیره نداره اجازه بده درو باز کن دیگه آقا من اتومات سوارم اجازه بده آقا یه اتومات سوار دکمه در این ولیو بزن اجازه بده من اتومات سوارم اجازه بده شو باز کردی کجا رفتی بیا پایین بابا اونو ول کن اینجا ای بابا این ماشین مسابقه است من بلدستم بیاری پایین بابا این با همه اتومات فرق داره اتومات سوار بابا بیا بریم با اون ماشین سوار شیم بیا بریم درو بگیر فلش کن این ماشین به درد نمیخوره درو ببن گذاشتی تنل لش کوش الو دکتر یه مشکلی پیش اومده دکتر من آیفون اینو نمیتونم پیدا کنم ولی ردشو میزنم بله خداحافظ آقا در زندگی دو تا آرزو داشتم یکی اینکه آیفون 10 داشته باشم که دارم یکم این که مرسدس بنز آخرین مدل داشته باشم که ایشالله تا 24 ساعت دیگه دارمش آیفون تو کجا داری؟ آیفون دارم اینه دیگه نگاه کن ای مرده خوره بدبخت اون دلارا بس نبود آیفون میت هم میدوزی؟ البته اشتباه نشه میت قبل از اینکه میت بشه من برداشتم راست میگی؟ بله راست میگم خب وای با دلارا چیکار کنیم؟ امیر خان دلارا من نمیدونم من که سهم خودمو برمیدارم بقیه‌ش هم نمیدونم باشه بد نیست ما هم سهم خودمونو برمیداریم بقیه‌شو میدیم به طلبکارای دیگه ها بوش همه بچه‌ها رو جمع کن تانکم حتما بیار به همین آدرسی که بهت میدم فقط سری تحمل کن رسیدی زیاد شده رسیدی سلام خانم سلام خانم خسته نباشید ببخشید این دوست ما گله خورده میشه یه کمکی چی خورده گله خورده بله گله بله بله لوله گلوله تفنگ کجاشون خورده ستون فقرات شما بلدین مستقیم بیان پایین تمام شد دست راست پهلوشون یعنی نزدیک شدید دو طبقه پایین دست شد چرا تو چرا میخندی برو اون بر من لازم دارم بیا جواب بیا چیه دقیقا تا خانم ببخشید شارژر آیفون 10 دارین
نه متاسفانه. بله حق داری، اینا گران دست هر کسی نمیدن. اشتباه که نمیدن. جواد کجایی؟ رسیدین یا نه؟ وردا خانم این 10500 خیلی خوبه ها، جای دیگه 11 11.5 میدم بقیه سود خودت. آقا من سود نمیخوام برای بار صدام، ما دلار قبول نمیکنیم. بفرمایید. خیلی خوب، جهنم و ضرر 9500 خدمت شما. کلا زبون حالیتون نمیشه نه؟ فقط پول ایرانی. بابا زبان دارم، زبان آدمیزاد حالی میشه، پول ایرانی ندارم، نمیفهمی؟ ای بابا شارژر آیفونت این تیر به خطا خورده فرفری ایجا چی میکنه؟ من برم این پولو یه چندی کنم برمیدارم. بفرم همهش اون لازمه؟ همهش؟ آخه یه سوراخ کوچیکه. خب عزیزم قربونت جونم، ببین دست من رو حس میکنی؟ نه، کجاست مگه؟ خب نزدیک محل زخم. آقا دستم. آقا تکون نخور عزیزم. آقا دکتر تکون نخور، نمیخوام خب یه امبار چیز کن دیگه. تکون من به تو دست نمیزنم دیگه. گذاشتم دست بزنی. بفرمی خانم دکتر مسئولی، خانم دکتر مسئولی یه کاری انجام بده. نه نه آقای دکتر، خانم نه، خودتون بیاین. بیاین ببخشید، ببخشید اشتباه کردم. چیز خراب کردی به هم زدی. این خانوما میفهمن من چی کردی. خیر امیر خان، امیر خان فرار کن، آدم کشا پیدامون کرده. از کجا پیدامون کرده؟ نمیدونم اصلا، خیلی عمیق شده بود رفته باشه بهش دستم نرسه. آقای دکتر نمیشه با ربات عمل کنین بدون دخالت دست؟ من شنیدم میشه. اینم ربات خانم، یه گاز من بده. بابا یه گاز به این بدین کلا. ببین دو سانت از این و دو سانت از اون و پاره کنم انگار بهش میرسم. چی رو پاره کنین؟ محل زخم دیگه. آقا من پاره اجزه. آقا آروم باش. یعنی چی آخ؟ آقا دقیقا دست من دارم. اصلا یه این یارو بابا باید این که چی کار میکنی؟ یه اتاق عمله آقا باشه. اون بعد اون بعد باشه ببینم باشه ببینم باشه ببینم. حالا زمین زخم رو سرش این چه خلاف کنه یه بسر سر آشو اینه که دست منه. آقا خیلی ممنون، برو کنار، برو دیگه، برو کنار. کسی جلو نیاد، کسی جلو نیاد، برید کنار، برید کنار. شرطش قرمزه با بران کارت دارم میام بیرون بکشیدشو. کسی جلو نیاد، جلو نیاد. کیمو تیر زد؟ بیاین بودایی براتون بریز گرفت. باید سباشو بیا، بیا بیا سری سباشو. آقا دمت گرم، ما گفتیم بیچون بیا. برید دنبالش، برید دنبالش. خبره یواش رو خدا چه خبره؟ امیر خان چرا اینجوری رانندگی میکنی؟ واسه اینکه یک گله حیوان دنبانه بودن واقعا؟ هر خواستی بگو بهت بدم. ها؟ میگم دست منه. چی؟ اینه که تو دیگه دست منه. اینه که چی کار؟ بابا
من نمیفهمم اینا چجوری ما رو پیدا میکنن. نکنه تو این گلوله یه رادیو به چیزی گذاشته بابا دنبال دلاران. بچه انگوش بکنم زیر گلوله اینجور تلقی درش بیا. چی میگی تو؟ بده من مجسم آلبالو گیر کرده تو. آقا رادیو تو این کار گذاشتم. مجبوری میفهمی مجبوری. سود شد تای در ره مونده سه چهت ماشین و یه موتور دیگه. خدا رو شد بس خطر کم شد. چی خطر کم شد؟ حالا به انتقام اون موتور میان سراغ خودمون ترتیب اون رو خدا یا من میترسم. آقا الان بهت بدم چیو اینکو؟ نه بابا این دستکشو بهت بدم. قشنگ انگشت بنداز زیر گلوله پلق اینو درش بابا بدم. بل کن دست از سر من بردار این حساسه. بابا چقدر ویراج میدی؟ من تو گلوله هست. بابا قصد امیرخانه بی همه ویراج میده دیگه. امیرخان اگه نمیدو توی صاحب برده داره هست کله هست گلوله توی صاحب برده. بابا نزن نزن چی پاسه داره؟ اسپای داره منه نه کجا اومد برو کم شو امیرخان کمار این چیه داره میاد؟ تانکه یا زره پوچه؟ این لعنت بر اون ذاته آدم خدای من نمیخوام ببیرم بچو برم این صدا آجیر پولیسه. سلی علا محمد پولیس به موقع آمد. کسافت کسافت یلی پولیس هم آمد. کیو 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 پولیس رو زدن. چه بتانگم پولیس هم زدن. الله اکبر الله اکبر پولیس رو زدن. این شرف ها نیروی شریف پولیس رو میزنید. سلام افغانستان دنبال دلاران برو دلاران بری بیرون. بابا من این دلاران لازم دارم برشون نقشه کشیدم برای آینده. بابا جونمون مهمتره یا این دلاران؟ دلاران رو بده خلاصمون کن. برو گوش کنم برو جنازه هاشون چقدر زود بو میگیره. چرا نمیزنه؟ چرا گیر کرده؟ چه مرگته کل خر؟ چی میخواید جون ما؟ موبایل کرامت رو بدید جونتون رو نجات بدید. موبایل کرامت رو میخواد؟ یعنی یه بی همه چیز موبایل ندیده بده موبایل رو بره. آقا من همه چیزم رو دادم موبایل رو دیگه نمیدم. من چی که نصف جونم رو دادم ببب سر میزنه. موبایل هم بدیم زندمون نمیذاره. ببرما موبایل هم بدیم با زندمون نمیذارن که. خب یه کاری بکنیم. چه کاری بکنیم؟ این گوشی ها میخوای؟ دهنه تو به من اون موبایل رو بده به من. فقط این گوشی؟ بده به من بده. ببخشید برد میکنم. این هم داشته باش. آه که بیام یه سک شروعت کلیات اتفاقات رخ داده در این پرونده نادر و ویژه از کتبان هم خدمت مراجع ذی صلاح تقدیم می‌گردد. آقای قاضی ما اشتباهاتی داشتیم که باید دلایل آن بررسی شود. تا کی باید هر روز خبر اختلاس و دست اندازی به سرمایه های مردم در صدر خبرها باشد؟ تا کی یک عده گردن کلفت با گردن یک عده گردن کلفت باید خون من و امثال من را بکنند توی شیشه؟ بعدش هم صاف صاف بگردند و باز
با دو بنده راست راست در خیابان راه بروند و با زد و بند راست راست در خیابان راه بروند و کسی هم به کارشان کاری نداشته باشد. شما خودتان همچون هیچ آقا از چشما میزنه بالا میدونم میده هیچ کار مؤثری در این عرصه انجام نمیدهید و من الله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما خسته نباشید. احسن شما دو نفر حرفی واسه گفتن داری؟ با حرف ما هر یکیه. طبق ماده قانون 37 جزای دادرسی عمومی من نوشتم دادم دستشون خوند. آقای قاضی ما اصلا کلا معطل ماندیم. بمانیم معطل نمانیم معطل. معطلی چی؟ هر کی حق مردمو بخواد بخوره یه روزی توی همین دادگاه واسه جوابگو باشه. و اما شما سه نفر بنا به جمعی اتفاقات رخ داده این دادگاه شما رو به 6 ماه حبس محکوم می‌کنه. اینا میخوان برن زندان ولی دارن خوشحالی میکنن. نمیدونم والله بکنم از جریان مؤسسه مالی بیخبرن. عالی بود واقعا کارت درسته. بزن قدش دیگه. ساکت نظم دادگاه رعایت کنید. نظم رعایت کنید. میشینید. آقایون شما در جریان وضعیت مؤسسه مالی هستین؟ بله. کسافت‌ها. 6 ماه دیگه قرار پول ما رو بده. بله. میخوام 6 ماه بریم زندان. نه پس نیستین. با دستگیری هم دستای آقای دکتر کرامت و بازگشت پولای اختلاس شده همین روزا با تمام سپرده‌گذارا تصفیه حساب میشه. عالی بود. بزن قدش. صاحب کن. نزن قدش. آقای قاضی یعنی چی؟ ما زندان ما چی میشه؟ زندان. زندان که نمیریم که. بخشیده میشه. حکم قطعیه. آخه به کی بگم؟ 32 سال من زندان بودم. خدا طاقت یه روزم دیگه ندارم. آقا جواد بعد 6 ماه چیکاره ای؟ من برنامه ای ندارم. چطور؟ امیر خواه شما چیکاره ای؟ من چه میدونم بابا. آقا من میگم بیام بریم همدان. چرا؟ یه مادر دوتا دختری میشناسم. مادر امیر خواه بگیره دوتا دختر منو تو. رو من حساب نکن. سپورا چی میشه؟ آقا او که دیدی دیگه پدرش نشان منم نمیده. سلام داداش. باز که تو پیدات شد. کیه؟